خیلی تصاویر زنده رو دیدیم از پرتاب موفقان فضاپیمای فالکون 9. تصاویر رو هنوز هم می‌بینیم که فضانوردان در داخل فضاپیما هستن. این ماموریت فضایی با تأخیر صورت گرفت، بالاخره امروز انجام شد. در این یک ماموریت مشترک بود بین شرکت اسپیس ایکس و ناسا. در مورد این پروژه بگین که چطور شروع شد، چه مدت زمانی رو در بر گرفت؟ ببینید، قرار بوده که آمریکا بتونه پروازها رو از خاک خودش انجام بده. منتها سالها پیش وقتی به اصطلاح سعی کردن این کار رو انجام بدن موفق نشدن. یعنی خود ناسا موفق نشد که به اصطلاح یک وسیله نقلیه ای تهیه بکنه که اینها رو فضانوردان رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی ببره. و بعد وارد شدن به دوران شاتل ها که تعداد زیادی به اصطلاح یک ناوگان از شاتل ها بود که فضانوردان رو می برد به ایستگاه فضایی. این شاتل ها که خیلی هم معروف بودن، مثل چالنجر، مثل دیسکاوری، اینها نه تنها فضانوردان رو می بردن، بخشی از ابزارها رو هم می بردن برای تکمیل ایستگاه فضایی بین‌المللی و بعضی تعمیرات رو هم روی ابزارهای دیگه مثل تلسکوپ هابل انجام میدادن. ولی هزینه این به اصطلاح شاتل ها خیلی زیاد بود و بنابراین ناسا علاقمند بود که یک شرکت خصوصی تمام این کار رو انجام بده و بین اسپیس ایکس و بوئینگ یک رقابتی در گرفت که کدوم یکی از اینا میتونه به اصطلاح یک فضاپیمایی یا یک دستگاه متحرکی فراهم بکنه که بتونن فضانوردان رو به مدار ببرن به ایستگاه فضایی بین‌المللی. و اسپیس ایکس تا به حال برنده این رقابت شده، برای اینکه هنوز بوئینگ دچار مشکلات فنی هست و هنوز نتونسته به اصطلاح اون نیازی که وجود داره برای به اصطلاح رعایت استانداردهای ناسا اون رو برآورده کنه. منتها این رقابت برای این هست که روسیه هم بتونه در به اصطلاح خاک خودش فضانوردان رو ببره، بلکه میدونید روسیه هم برای انتقال فضانوردان از قزاقستان از ایستگاه بایکونور استفاده میکرد. الان اونها هم آمدن به روسیه با پرتاب لونا 25 اولین بار بوده که تونستن این به اصطلاح یک ابزار رو از خاک خودشون بفرستن و اسپیس ایکس هم که الان از فلوریدا چنین کاری انجام میده و این هزینه های انتقال فضانوردان به ایستگاه فضایی بین‌المللی رو بسیار کاهش داده. به این چیزی بوده که ناسا به دنبالش بوده، علاوه بر اینکه پای شرکت های خصوصی رو باز کرده به فعالیت های فضایی. بله، بسیار مشکل از تو همایون خیری. در ادامه باز هم با تو همراه میشی.